سلام. خوب شد. سلام بچه ها. من میخواستم اون طرف لایف بگیرم تو سالن. اونجا وای فایش اتصال پایدار نمیده، یعنی قطع و وصل میشه، یه 5 دقیقه نت داری دوباره میره. به خاطر همین بعد اومدم با دیتا وصل بشم. صبح خیلی نانا جان سلام. به دیتا اومدم وصل بشم که به قول معروف بتونم اون طرف لایف بگیرم، که اصلا وصل نمیشد. به خاطر همین مجبور شدم بیام این سمت که وای فا داره. خب نه بچه، ما دیر از خواب پا شدیم، هنوزم کامل لود نشدیم. خب نرگس میخوای حالا توی این فاصله، چون نرگس هم میخواد صبونتو میخوای اینجا بخوری اون بخوری تو بخور من نگاه صبونه نرگس درش اون بره. آره میام پیشه. آره ولی منم میگم دیگه، من مجبور شدم تیو بیارم این ور. بعد حالا نرگس میخوای تعریف بکن از دیروز، اینکه اصلا اینجا چه جوری بوده، چه حسایی داشتی، اصلا راحت در مورد حالا تا اینجا تجربه‌ای که داشتی یه ذره صحبت بکن. خب خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. مثلا استخرش عالی بود. چند سال بود استخر نرفته بودم، یعنی از دیگه کرونا به این بعد دیگه اصلا استخر نرفتم. قبلش هم یه مشکل برای خودم پیش اومده بود، اصلا نتونستم استخر برم. دیگه چند سال بود نشده بود برام. خیلی خوب بود. دیگه مینام که عالیه، یه خلاصه همه چیز عالیه. جاتون خالی؟ نمیدونم جاتون خالی یا نه، ولی دیگه آره خیلی داره خوشی زیبا میگه اینو عادت کردیم. آره نمیدونم جاتون خالیه یا نه، ولی به هر حال اینجا که به من خیلی داره خوش میگذره، خیلی خوبه. دیروز همه چیز عالیه، پذیرایی خود مینا، سحر دیگه. حامد هم یه کوتاه دیدی اندازه یه... آها آره حامد هم بودم، تلفن هم زنگ زد. بچه من میرم دوباره میام. باشه تلفنش. کلن خود من خیلی بذار من در رو ببند. مینا در لطفا میبندی، بعدا بگو نرگس دوباره بیاد. مرسی. بعد بگو بیاد یه کوتاه با بچه ها صحبت بکنه اینا. ببین این چراغ نه، ولش کن. آره خوبه. فقط بگو که نرگس صحبتش تمام شد و اینا، یه چیز بیاری در رو بل ببن. از حالا های موبایلاشون زنگ میزنن. خب خود من خیلی از اومدن نرگس واقعا خوشحال شدم و برای من اصلا خیلی جالب بود که مینا نرگس رو مثلا راحت پذیرفت و گفت که بیا. بعد هرچند که مینا هنوز مثلا یه حالت انگار زاویه‌ای داره، بعد هی میگه که نه این زندگی درمانی نیست، این نرگس دوست منه. ولی من حالا بحث نمی کنم، برای که من بحث زیاد کردم. من اصلا تا قبل از تمام، یعنی میتونم به جرئت بگم که تا قبل از این سری که بیام خونه مینا، من همیشه بحث کردم. ولی الان واقعا تصمیم گرفتم یه ذره سکوت بکنم و اتفاقا میبینم که چقدر کارا بهتر داره پیش میره وقتی که دیگه من هی مثلا اصرار ندارم که نه مثلا حالا مثال میگم
تو مثلا باید تو هم قبول بکنی، باید تو هم بگی که این زندگی درمانیه، یا مثال میگم هرچی. گفتم که خب حالا اصلا تو اسمشو هر چیزی که میذاری، مگر اینا، حالا الان اینجا دارم میگم، حتی اینا رو هم زیاد به مینا نگفتم، مگر جاهای دیگه ای که من میرم، مگه مثلا خونه خود نرگس که من رفتم از ابتدا تحت عنوان زندگی درمانی اصلا این اسم روش بود، مگه چه فرقی میگه؟ آیا چه چیزی مگه داشت که حالا شما بخوای اسم اینو مثلا بگی نه زندگی درمانی نباشه؟ به خاطر همین دیگه زیاد روی این چیزا زوم نکردم، گفتم که الان این باری که من مثلا مینا رو برگشتم خونش بعد از فراز و نشیبی که رابطه ما داشت، میبینم اتفاقا خیلی کار رو داره میکنه که شاید قبلا اینقدری چیز نداشت. یعنی به هر حال من راضیم از این رابطه. بعد میگه چه لحظه قشنگی داشتی سر. آره من با خانوادم که اماشا یه حرف میزنم. بعدم اومدم اینو یکی موبایل رو بردارم، چون توی گروه آخرین پیامی که داده بودم گفته بودم اینترنت هم وصل نمیشه، خواستم بگم که وصل شد. خب این هم اینجا بذارم. حالا نرگس البته دیشب هم گفت خیلی دوست نداره تمام مدت توی لایو باشه، ولی گفت نمی اکسپت شد. تمام اکسپت کرده بودم. میخوای کامنت بذاری با نه من رفتم بیرون یه لحظه با خودم گفتم که حالا یکم به گوش بدم بعد بیام، بعد که دیدم که منتظری گفتم خب دیگه بیام. حالا خب تعریف نه من صورتتون رو دیدم. آره نرگس هم الان میاد، یه اینجا اول لایو پیش من بود، البته دیشب گفت من نمیخوام تمام لایو رو باشم، من میام پیش تو میرم، ولی الان تلفنش زنگ خورد رفت، حالا دوباره میاد.
لایو هم دیر شروع شد، من اول میخواستم اون سمت بذارم ولی اونجا وای فای اتی گفت نداره. حالا برو سر مسائلی که داری میخوای بگی، بگو دوست داری. میخواستم گوش بدم البته، ولی خب حالا سوالایی اگه از من داری بگو. سوال خاصی الان از شما ندارم، ولی دیدم هم گفتی که میخوای توی لایو باشی، منم خوشحال شدم به خاطر همونم گفتم حالا شاید فکر میکنی لایو نیست براتون نوشتم. ولی در کل تا اینجاش از این رابطه ای که با نرگس پیش اومده خود من خوشحالم. بعد یه چیزی که من به نرگس گفتم، گفتم یه مورد خوبی که احساس خوبی که به تو دارم اینه که تو اصلا منو یاد هیچ کدوم از بچه هایی که تا الان توی گروه بودن نمیندازی و یه اصلا کاملا متفاوته با همه کسایی که باشون ارتباط داشتم از نظر حسی که به من میده. بعد من یه لحظه کامنت ها رو ببندم. آره ببند. آره که روی صورت شما رو نگیره. بعد میخوای من یه لحظه نرگس رو صدا بکنم که بیاد، چون که بالاخره اونم توی تامی که شما هستی، چون شاید نرگس خب بعد مینا خوشحال از این ارتباط رو بهتر چیزی که من زیبا جان این درگست خوشگل بالاخره زندگی درمانی ها رو داری شروع میکنی. مینا خیلی تاکید داره که من دوست مینا و این اسمش زندگی درمانی نیست. خب اینو حتما توی لایو بگو. گفتم باش میگم. من قبل از اینی که نرگس بیاد راجع به این مسئله صحبت کردم و دیشب هم یه کوتاه، چون گفتم من الان حالا بحث خیلی نمیخوام بکنم روی مسائل، ولی چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته اسم این ارتباط رو هر چیزی که بذاریم، ولی من اینو جدای تجربیاتی که تحت عنوان زندگی درمانی خودم داشتم تا به حال نمیبینم. حالا مینا میگه اسمشو مثلا بگو دوست من. حتی من یه چیزم گفتم، گفتم تو فکر میکنی مثلا زندگی درمانیه که من رفتم از اول به قصد مثلا دشمنی رفتم یا به قصد دعوا رفتیم یا چیزی بوده که حالا میگی این دوستی، ولی حالا این هم چیزی که اون حالا مسئله اصلا اسمش نیست، مسئله اینه که من خودم منتظر بودم ببینم اصلا این اتفاق میفته یا نه. یعنی واقعا اسم این رو هم برای تو گفتم نرگس یه دستاورده. حالا اصلا این مقاومتی که مینا داره میکنه اصلا برای مثلا انقدر تعیین کننده نیست سر این مسئله اسمش که آیا من دوستتم دوست نیستم. میخواد مثلا به نوعی بگه که این مسئله، حالا من اینم مطرح بکنم که واقعا دوام نمیاره برای خود مینا، دوام نمیاره که بالاخره تکلیف خودش رو حتی برای خود سحر و حتی حد تک تک همه ماها درباره همه مسائل ما واقعا باید بتونیم موضع‌گیری درست خودمون رو بکنیم. مثلا محتوای مسئله برای ما مهمه. الان من کیم اومدم اینجا؟ من یه کسی هستم که میخوام یک دوره، یعنی تو من نوعی منظورم تو هستی نرگس، تو اومدی اصلا از کجا شروع شد و چرا من خودم پیشنهاد خانواده اصلا اگر اینو مطرح بکنیم میخواستم تو این لایو مطرح کنم. اولش اصلا چرا گفتی؟ چی بود؟ چه مسئله بود که گفتی من میخوام یه کوله پشتی بردارم برم؟ همون احساس پوچی و یک نواختی بود که گفتم که یه هایی بهت گفتم که میخوام این کار بکنم. و بعد تو هم افراد زیادی رو گفتی، سهر و تیز، حسن و معصومه رو گفتی، مینا رو گفتی، فریبا رو گفتی، گفتی که اول با اینا شروع کن. که من از تو هم پرسیدم وقتی که روز منو دعوت کرد ازت پرسیدم که نظر تو چیه، گفتی من نظرم فعلا منفیه در این مورد.
چون که تهران شیراز بودی؟ در مورد شیراز نظرم منفیه، چون که تهران روابط داریم، یعنی اینجا میتونی شروع کنی. ولی یک جمله خیلی خوبی که گفتی و این همش توی ذهن منه، و وقتی که میخوام یه مقدار یهو هیجانی عمل کنم، یهو قدم های بزرگ بردارم، جمله تو مثل پتک میکوبه تو سر من. اینکه گفتی ما که نمیخوایم به خودمون تجاوز کنیم، که تو یه بایی مثلا بلند شی یه هفته بری، بچه هات یه با همجور میمونه، تو خودت یه هو مثلا از یه هو میبینی با من یه هفته. اصلا میدونی روح تو آماده نیست، روانت آماده ببینید نیست. به خاطر همین آره گفت قدم به قدم مثلا مینار میتونی بری، حسن و معصومه، و بعد که توی چیز گفتی مثلا فریبا، افراد دیگه، فیروزه، گفتی میتونی با اینا در ارتباط باشی. آره، منظور من این بود. ببین این که این کاری که تو شروع کردی و گفتی که یه تنوعی تو زندگی من بیاد، که اصلا یه رنگ بوی جدیدی تو زندگی من بیاد، که من از این احساس پوچی بیام بیرون، این به معنای نفی خانوادت یا به معنای نفی بچه هات که نیست، که چون به اونها هر کاری کنی وابسته هستی. ما که نمیخوایم که اون وابستگی ها رو قطع کنیم، ما میخوایم اون وابستگی ها طوری نباشه که ما تو اونجا احساس بکنیم که میخندی. کامنت حمید رو دیدم، میگه نرگس رو یه بوس کن از طرف من. مگه کامنت تو بازه الان؟ نه تو کوشن دیدم. خب پس بوس کن تا بعدا من ادامه بدم. آره آره خب همیشت همسر درست باشه، یه باری بوس کن خوردم به اینه خوردم. آره خب ببین، این که من این مسئله رو مطرح کردم، گفتم که خب بعد برای این که یه سری کسا میخوان تابو شکنی کنن، من خودم با تابو شکستن مخالف هستم. یعنی مثل کسی یه چیز که مثلا بیاییم یه چیز رو بشکنیم، نه، ما بیایم اون چیزی رو که دلمون واقعا وجودمون میخواد بر مبنای اون بریم، با توجه به ظرفیت و در واقع کاپاسیتت بدن خودمون، کاپاسیتی حالا انگلیسیش، اون بدن خود، ظرفیت خودمون، توان خودمون. خب حالا مثلا وقتی بعدم از من به تو پیشنهاد کردم، اون موقع بود که خب رفته بودی خونه دیده بودیم، از مینا خیلی تعریف میکردی، من گفتم خب مینا رو شروع کن، یه روز برو اونجا زندگی کن، یه روز کسانی که میشناسی، بعد دوباره برگرد توی خونه و بعد فیدبک اون رابطه رو ببین، پیامدهای اون رابطه رو ببین. این که مثلا یه سری کسا کلا من میخوام برم یه زندگی جدیدی رو تجربه کنم پس زندگی گذشته من نباشه، این یه چیزیه که در واقع تجاوز به خودمونه. همین مسئله رو گفتم ما که مثل یه تخم مرغی که تو میخوای به زور مرغش کنی، خب میشکنه این مسئله. ولی من این پیشنهاد مینا رو که کردم جدا، حالا در برگردیم به خود مینا. ببین به هر حال این هر کاری هم بکنه مینا وابستگی به سحر داره، وابستگی حتی با منی که منو بلاک کرده به من داره، هر کاری هم بکنه داره، به خاطر اینکه اون چیزایی رو که از من دیده، اصلا بحث اصلا شکل زیبا یا اون مثل همون چیزیه که جمله‌ای که تو داری میگی که من تو ذهن من میمونه، این هست. حالا من باشم یا نباشم، من یه جمله رو بهت گفتم، تأثیراتی که ما از افراد میگیریم، اون چیزی که بر وجود ما بره دیگه ماندنی است. کوری که بینا شد دیگه تو نمیتونی برگردونی به مرحله نابینایی. این مبارزه ای که مخالفتی که مینا میکنه، به هر حال با همین حرکت من حتی همین مسئله میشکنه. این که بیاد الان برگرده بگه، براش ناگواره که بگه که من واقعا اشتباه کردم، براش ناگواره، براش خیلی مسئله هستش که شرم آور شاید براش، در حالی که این اتفاق افتاد دیگه. شمایی که میخواستی رفته بودی با حمید گرانمایه، حتی اون پیامایی که داده بودی تا حد شکایت، تا حد فلان از وحید این کار انجام بدی، و برخوردهایی که کردی، یه معذرت خواهی نهایتا به وحید بدهکاری. خب این مسئله رو حالا در حال حاضر من موقعی که سحر
اصلا سهر به اومدن تو به خونه مینا کی پیشنهاد کرد؟ شما پیشنهاد کردید. آره من پیشنهاد کردم، چون یه موقعی بود خیلی احساس سنگینی داشت، برگشتم گفتم برو خونه مینا بهش بگو من میخوام بیام خونه تو. حتی مثال اونو زدم که من با جمال داشتم طلاق میگرفتم، ولی بهش گفتم حرف نزن، گفتم برخورد اگر مینا در برخورداش الان نمیخواد صحبتی یا مسائلی یا نصیحتی یا فلانی انجام بده، برای تو میتونه یه پاز خوبی باشه که اون احساس گذشته به روابطت داشته باشی. چرا خب بیا خودت و بابت هیچ کدوم از حرفای سه بگه من خانواده اصفایی نکرده و در اون یکی از وحید اصفایی کن. بله پس من دیگه من که با وحید درمای صحبت کردم از اونم پشیمان نیستم، خب احساسم که دلم خواسته و راضی بودم خیلی اون خوب زمان اشکال ندارم بیان دارم بریم کلان تری از اونم ناراضی نیستم که اینا برخلاف ادعایی که داشتن که ما کاری نکردیم و از چیزی نمیترسیم و طلاق پاکه متاسفانه حاضر نشدن بیان. کجا بیان تو کلان تری؟ بعد عنوان شکایت چی بود؟ گفتم میریم اونجا اگر اتفاقی نیفتاده بود شما اوکی بودیم با هم میریم بستنی میخوریم. چی گفتین شما؟ کاری که کردم بلاکت کردم و واقعا متاسفم از بابت تمام این حرفایی که میزنی و تمام این چیزایی که چرا تو متاسفی؟ به خاطر اینکه هیچ منطقی توش نیست، به خاطر منطقی جیبه اون موقع که داشتم باش حرف میزدم خوشگل سرزه نکن و گوه نخور اونا چی بود؟ از اون متاسف نیستی؟ خب بعد از اون جریان پیش اومده بود، بعد از اون صحبتایی که کدوم صحبت ها؟ بعد از این بود که وحید از اونجا برگشته بود، من داشتم به زیبا میگفتم وحید دروغ گفته اینا رو، داشتم تایپ میکردم، خیلی گوه زیادی میخوری که براتم فرستادم. تمام صحبت های ما توی چیز هستش. خب مسئله اساسا الان اگر یه مسئله با من داری میتونی مطرح کنی و بگی خب منم بلاک کرده دیگه، آقا من به شما گفتم، حالا نهایت گفتم گوه نخور دیگه، تو دعوایی که تو یه چیزی گفتی منم گفتم، مسئله برخوردهایی که تو عنوان شکایت چی بوده؟ عنوان شکایت چی بوده؟ شما رفتی شکایت بکنی بگی که زیبا گفته بهت گوه خوردی؟ یا مثلا نه گفتم چی؟ بگو چی؟ نه میگه به وحید گفتم بریم کلان تری مطرح میکنیم، من حرفمو میزنم تو هم حرفتو بزن، اگر موردی نبود و من اشتباه کرده بودم بریم با هم بستنی بخوریم، ولی قبول نکرد وحید. اصلا شما وحید اصلا اون موقع بیشتر پیامش به من بود تا با وحید، داشت به من چیز میکرد اون موقع بیشتر از وحید، که حتی یعنی اصلا پیاماشون تایم بیشتر با من بود. یعنی شما من حالا یه سوال میکنم شما الان خب اون که جز چیز بگی مثلا اطلاع خب باشه. خب شما الان نرگس من از شما میپرسم، حالا این که الان هم وایست اونجا الان یه اختلافی پیش اومده بین من و تو، خب من و تو یه اختلافی پیش اومده، بعدا شما الان مطرح میکنی که میگی که بیا بریم تو کلانتری، بیا بریم پلیس، این اختلاف ببینیم که کی راست راست میگه. من الان بلنشم برم پیش مثلا فرض کن کسی که نماینده نمیدونم کسی که خود من الان اصلا هیچ قبولش ندارم، بلنشم برم پیش اون بگم که تو بیا در مورد من قضاوت کن که من راست میگم یا این راست میگه. باشه بلتون دیگه شما الان این برخوردهای مختلفی که بدترین برخوردها به وحید شد، بدترین انانیتا بهت شد، قبلش من به سهرم گفتم، سهرم تو لایو میدونست وحید داره علکی میگه ولی هیچی نگفت. شما شکایتی که کردید الان شکایت کردید راضی هستی؟ راست سب کن یه موردش رو که تو گفتی که من گفتم باز حالا خیلی تأثیری تو کل ماجرا نمی کنه. یه نفر داره یه موردش رو تو به من تایم دادی گفتم
بعد بقیهش همه اوکی بود. خب حالا اصلا تو بیا از نظر خودت بگو که اونجا چه اتفاقی افتاد، وقتی من دوری کسی داری رو که قبول داشتی. ندارم چرا باید بیام در خب موردش نظر ببین، بدم؟ خب ببین، تو که در نهایت الان داری حرف میزنی، داری میگی اونم علکی گفت. حرفم هم به خاطر همین حرف زیبا خب بود منم دارم وگرنه خودم میگم تو هم نداره. بیا حرف خودت رو بزن. الان ناراحتی اصلا که مسئله وحید رو میذاریم کنار. آخه عزیز من، تو نمیای، یعنی یا مثلا میای یه یه چیزی میندازی نمیای. میدونی چه بلا سر من آورده؟ تو از الان ادا اصول آره نداره. آره آره میدونم که خیلی استرس زیادی که حتی شرایط جسمی چیز شده بود، اینو میدونم و بابتش هم فشار اصلاحی کردی؟ عذرخواهی نکردم، ولی فشار روحی خیلی زیادی به خود منم بود. فکر نکن که تمام اون مدتی که حالا من چیز بودم مثلا خیلی اوکی بودم، ولی جایی از نظر منطق برخوردی که شما کرده بودین برای من اون نذاشته بود که بایستی که بیام چیز کنم. از برخورد ما چه خبر داشتید؟ خب خوبی از اون دید خود تعریف اصلا نیست ندارم میگه اون موقع داشته خب باشه میگه دوست نداری اون صورت زیبا پیام دادم گفتم وقی دیگه شده نماینده تو، نه انقدر بلد اینجوری که داره برای تو تعریف میکنه، نه انقدر بلد با جور بزرگ هم صحبت کنه، نه حرفاش کاملا درسته، انقدر سنگشو به سینه نزن. این شروع کرد به فوش دادن، الان میگه که من باید ببخش زیبا که بهم فوش دادی. خب تو الان از فوش تو فوش ندادی؟ زیبا فوش میداد اون لحظه، تو فوش ندادی؟ کی اول فوش؟ مگه من مثل تو هم فوش بخورم هیچی نگم؟ خب بس تو هم دادی دیگه، اگه بس فوش هم باشه یه به یه شدی تو فوش. نه نشدی. اون فوشه که توی لایف به من و خانوادم داد چی؟ من هم ببین ما موردی اگر طلا گرفتی زیبا بابتش، بابت اون فوش که به من و خانوادم دادی چی کار کردی؟ خب. چون به وحید گفته بود وحید جان خونه ما نمیتونی بیای. ببین از من نگم به دیگران میگی دگی، به دیگران میگی فرهاش، تو برای من پر از تناقض و دوگانگی هستی. ببین شعار میده سمیه سهر، این خیلی شعار میده. اگر شعار میده فوش بدم به جای شعار، میکنم خیلی این چیزی که الان این مکالمه اصلا این لایوی که به صورت مکالمه که به صورت لایو خیلی پرتنش شده و من واقعا نمیدونم چطور چیکار میتونم الان بکنم که اینجا آروم بشه و هم اصلا یه جهت درستی بگیری، یه جهت منطقی. یکم میرم بیرون، من یکم میرم بعدن. همیشه کم میرم میری. خوب کاری میکنه اگر که حتی تو اسمشو بذاری کم آوردن. اینی که وقتی من وقتی خصوصی با حرف میزنم سریع بلاک میکنه، وقتی که اینجا حرف میزنم من میرم بیرون. ببین یک بار اتفاقی که افتاده رو از زاویه دید خودت تعریف کن. ما الان ببین مخاطبی که میدونه بعد ما مخاطبا، من خودم، من تازه اومدم مثلا به عنوان دوست تو دیگه یا سحر، ما عنوان مخاطب اون چیزی رو شنیدیم که وحید گفته، اون چیزی رو شنیدیم که زیبا گفته و سحر حالا از زبون تو یا وحید یا اونا که باشون ارتباط داره. یک بار تو بیا بشین قشنگ تعریف کن از زاویه دید خودت که ما هر دو طرف رو داشته باشیم دیگه، مخاطبا هر دو طرف رو داشته باشن، بتونن راحت‌تر قضاوت کنن. راحت من اصلا نمیخواستم دیگه وارد این قضایا بشم. برای چی نیای الان؟ اگه مگه نمیگی به تو تعرض؟ نه ببین تو از لحاظ روانی دیگه این بخشش که میگه بیاد از وحید عذرخواهی کنه دیگه تو نتونستم بیشتر از این. ولی به نظر من حالا هر زمانی که از لحاظ روانی حتی الان یا هر وقت دیگه بیا بشین با همین سحر که میاد اینجا لایو میذاره، بیا به قشنگ ذره ذره از زاویه دید خودت تعریف کن، بذار یه دید بهتری بده به مخاطبا. ببین الان که من بلاک میکنم مینا رو به خاطر بدخوردهای نمیدونم چی چی که با وحید داشته. من بعد از میکنم از مینا یه سوال میکنم، یه لحظه مینا میتونه سوال بزن بکنم. مینا من چیکار بکنم که تو رابطم رو با تو احیا کنم؟ تو فیس باش حرف بزن. خدا الان داره میگه واقعا هم درست چند تا راه حل بده که رابطمون با هم دیگه درست بشه. فکر بکن بعد راجع بهش فکر کنم.
خب من اولین که خب شما پوشایی که من دادم رو شما بیا بگو. خب اگر اون جایی که در رابطه با فوش من یه دونه دادم شما 10 تا به من فوش بده، خوبه؟ یا در مقابلش یه چیزی بخواد. خب من اول میخوام بگم اول ما روش من بگم مثل روش خود سحر یه فوش داد یه گرم طلا داد تا هم فوشاتو میشمارم بر اساسش باشه بذار فوشامو بشموره فرق میکرد رابطه من و زیبا خیلی فرق میکرد زیبا مجبور نکرد زیبا گفت من خودم خواستم که این کار براش انجام بدم شاید من دادم خوبه اتفاقا قوی داره بر مثل همون جریان ماهیتابه من خوشم میاد ببین من تو برو نرگس تو بیا بشین اینجا خب اتفاقا ببین در رابطه بیا اتفاقا من قدم اوله من دارم همین قدم رو دارم برمیدارم من کنار تو هم ببیشم ببین سهل یک عمر نزشته من هر تو من هر دوست داری بگو من ببینیدم که چیه بیا بگنم پیش تو هم خب زیبا میگه همینجوری دارم بچم به اون مرحله نرسیدم فقط بگو بشین نه وای نستا که راحت باشی نشسته نه اونجا دوم نشین خب نشست خب باش مرسی یک فوشایی که من دادم خب شاید گفت در موردش فکر میکنم فوشایی که من دادم من اول اصلا میگم رابطه رو من از طرف من شروع میشه از طرف من شروع بشه دیگه ناراحتی هایی که داره یک فوش هایی که من دارم بگه یک یک دو من رو صحبت کرده من گفتم برای ساعتی تو رو بلاک بکنم بلاکش کردم به خاطر اینکه احساس کردم آزار داره بعدا آن بلاکش کردم خب اینم منو بلاک کرده تا الان چند روز منو بلاک کرده از همون موقع من همون موقع که گفتم یکی دو روز بعد این آن بلاکش کرد خب دیگه چی؟ چیزایی که الان میخواد من ناراحت فوشایی که من دادم ناراحتی هایی که دارم در مقابل خانوادش موردی بگه من ببینم جبران کنم دیگه حلش کنم دیگه زیبا خیلی از قضاوتات خیلی از صحبتهایی که کردیم راجب حامد پول حامد راجب نوع خانوادهی که کلن هستیم و اینا همش خودت هم فکر کنم میدونی که به ناحق بوده ولی راحت میگی خیلی راحت میگی اینا شعاری نیست از دید تو هر کسی که پول داره آدم کثیفی آدم خرابیه خب این شعاره نه گوش بده بذار اول این که اگر اول از این مرحله حرکت میکنیم که من آیا میتونم حتی ذهنیات منفی ذهنیات غلط یا ذهنیات غیر واقعی خودم رو بیان کنم تو میتونی ولی من همیشه سحر بهم گفته هیچی نگو ساکت باش اون که اشتباهه خب الان که چیزی گفتم گفتی که شعارداری شعار میدی یادم نمیمونه اما من حافظم مثل شما نیست اصلا یادم نیست نه 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 اتفاقا الان مینا داریم کاربردی میریم جلو خیلی خوب ببین الان من در مورد حامد در مورد خانوادت در مورد نمیدونم مسائل تو ممکنه یه قضاوت حتی قضاوت هایی کرده باشن که نادرست باشه ها؟ ولی بیان کردم دیگه همشون هم سیو شده من همین امکان رو در اختیار تو میذارم مورد مورد حتی به سحر یا نرگس میتونه بیاد همون تیکه ها رو برداره همون ببرین بیاین همونو بشینیم بررسی کنیم موافقی؟ من این کار براش انجام دارم من اگر هر جایی میاد مثلا مینا از من بپرسه زیبا دلیلت در رابطه با اینکه حامد رو یه آدم مثلا فرض کن منفی دونستی آدم فلان دونستی آدم بد دونستی فلان دونستی ولی ممکنه من اگر قضاوتی کرده باشم نادرست و اتهامی زده باشم در مقابلش هرچی که دوست داره بخواد دیگه حالا یه گرم تلاس یا چی بالاخره در حد سرمایه های خودم موافقی؟
بر حال ما الان ببین ما کلاً عادت میام که حتی تو اگه راضی باشی که در مقابلش هر کدوم از فحشای دادی یک ارم طلا بدی، مسلما من قبول نمیکنم. اینی که من گفتم چیزی بود که در مقابل کار خودت بود. خب ببین چرا حق توست. کسی من الان میام ماشین شما رو میزنم، یه جا شور نمیدم چراغش رو خراب میکنم، خب حق توست که معادل اون چراغ رو بخوای معادل یا مثلا ببخشی یا یه کاری بکنی. من در مقابلش یه کار عملی میخوام. من نمیخوام که کاری که من در مقابل این مسئله سحر ازش یه چیزی خواستم، خب میتونست بگه نمیدم، من برگشتم میتونستم بگم خب دیگه نداره. این تو دل من بود دیگه. من الان این مسئله من با همون درخواست خودم حل شد. حالا ممکنه تو الان کاری که سحر کرد در مقابلش، ما اون عقده ناراحتی رو با همون مسئله حلش کردیم، منتفی شد. الان حتی اصلا نه اون ناراحتی داره نه من. حالا من میخوام بگم تو لازم نیست حتما مثل سحر عمل کنی یا مثلا یا مثل زیبا عمل کنی. زیبا الان ممکنه بگه که من در مقابلش یه گرم میخوام، من یه نمیدونم فلان میخوام. ببین من خانواده من خونه من رو راه ندادم به خونه من، خونهشون راه ندادن. خب موقعی که اینجا میخواستم بیان، من اولین بار گفتم خب من هم نمیخوام این کارو راه بدم. بعدم به اولش اینو نوشتم، یه مدت بعد یه ذره فکر کردم، چند یه مدت بعد قبل از این کنا بیان، بعد گفتم خب یه قیمت میذارم. به جای اینکه راه ندم گفتم من اگر از هر کدومشون 50 یورو میگیرم برای هر شبی که بخوام بیان پیش من، که دوتایشون میشد 100 یورو. که یادم اونجا یکی از دوستای ما برگشت گفت بابات حتما اینو میپردازه. البته اصلا اونا نیومدن، کاری ندارم، ولی اون مراحل روحی که خودم طی کردم و دارم میگم. ممکنه اصلا الان تو مثلا اینو بیان کنیم. منتها فرق من این بود که من حداقل راه حل عملی گذاشتم برای حل مسئله. گفتم اگر من اونجا ناراحت از شما بودم، الان با گذاشتن این راه حل عملی یه کاری رو میذارم که حل کنیم ناراحتی رو. این خیلی فرق میکنه با اینکه تو یه عمر بیای همونو بگی زیبا به من فحش داد، زیبا به من فحش داد. من ممکنه بگم آقا من حاضرم چقدر بهت بدم تو این رابطه، آقا ناراحتی ترس بشه. ممکنه بگی زیبا بیا برو 10 بار بشین پاچه کن من ناراحتیم رفت بشه. هر کی کار ندارم یه چیزی به هر حال یا راه کاری میذاریم. حالا همین مسئله دیگه چی؟ در موردش فکر میکنم و درخواستم میگم. خب یکی مورد فوشا بود، یکی مورد حامد بود، یکی مورد خانوادت بود. این کارم چند تا دیگه چه چیزایی بود؟ حالا اول مسئله خودم، اصلا من میخوام بگم مسئله حامد وحید رو ولش کنه. فعلا وحید رو بلش میکنم، اول با خودم حل بشه. آخه ما کلن یه لحظه راجع به وحید مثلا کار خاصی نکردیم، حرف خاصی نزدیم. تو میگی من پرواز ذهنم رو گفتم. حامد هم نظریاتش مخصوصا بعد از شنیدن صحبتهای فاطمه و اینکه اون صحبتی که خود دوتایی با وحید داشتیم که وحید حالا ناراحت بود، نمیدونم چی بود راجع به خیانتایی که کرده، بعد تو آخر سر بهش گفتی خیلی خوب کاری کردی، اونم گاره خوب کاری کردم. حامد این اصلا دوست نداشت. بعد وحید چون خودش آدمه حالا خیانت زیاد کرده و اینا، میاد میگه که مطمئن باش که حامدم، یعنی کافر همه را به چشم خود میبیند اینجوریه. میگم بابا جا اصلا حامد شاید کلاه برداری کرده، تو چرا گیر دادی به خیانت؟ نه مطمئن باش شما هم در لایه های درون وجودتون. و اینکه من بهش گفتم که ما خانواده سالمی هستیم، من اینو هنوزم پاش هستم. چرا راجب بابام، چرا راجب حامد، این دلیل نمیشه وحید بیاد یه کارایی که خودش کرده بگیره دستشو یه ذره بین بگیره همه رو زیر اون بذاره و آره تو هم این کارا رو کردی. اون پرواز ذهنشو گفت، ما پرواز ذهنمونو گفتیم. نمیدونم این همه شکایت و ننه من غریبم بازی از کجا بود که سری شما و سحر و سحر. ببین سحر خیلی با ما زندگی کرده، سحر خیلی حامدو میشناسه، ولی بیاد سری
اونجوری برخورد بکنه، صورتش رو چیز میکرد که وای همه چرا همچین برخوردی کرده، چرا همچین چیزی کرده. اینه که کلا خیلی به خودتون حق میدیم، خب خودت چه وحید چه سحر و یه نگاه منطق نداریم. خب ببین طبیعیه که هر کسی به خودش حق میده دیگه، ولی ما اینجا قبل از اینکه بخواییم برای حالا من الان به خودم حق میدم، تو هم به خودت حق میدی، راه حل این که ما این مسئله رو مشخص بکنیم که حق با کیه از نظر تو چیه؟ قضاوت دیگران. ما وقتی که من به خودم حق میدم، شما به خودت حق میدید، قضاوت دیگرانه. ولی نه قضاوتی که شما میای میذاری توی کانال، گفتی من گلچین شده میذارم، خب ولی کامنت ها به نظرم کامنت ها خیلی منصف تره، چون گلچین شده اگه پاک نشه گلچین شده نیست. خب اولا که خب کامنت ها چون من اصلا نمیخونمشون، خیلیشون پاکم نمیکنم، تا حالا فکر نکنم یه موردی بوده باشه، چون اصلا نمیخونم خیلی هاشون، مگر اینکه تو این برای همین کامنت ها. حالا ولی یه حرف خوبی زدی در رابطه با این که قضاوت دیگران، در واقع یه حرفی زد هشتک قیامت. این مسئله امروز هم من یه دونه پیام خیلی جالبی رو دیدم که تنها با عیان کردن هر کسی حرفاشو بزنه، نظراتشو بگه، بعد تبادل میشه دیگه. ما الان بیایم بریم مثلا فرض کنیم بیایم توی دادگاه بریم، چه من مخالف شکایت هستم، البته من اون کلام قشنگ آخری که نهی که گفته بودی، یه نهی قاطعی به چیز گفته بودی به حمید گرانمایه، اون برای من باعث شد که اون سه تا حیام تمام ناراحتم شده بود که چرا به سمیران گفته بود همه پیامای ما رو بفرسته به چیز به کانال، گفته بودم نه من سلکت میکنم. سه تا پیام، یکی از حمید گرانمایه که گفته آریا نبگو و آیا شکایت میکنی، تو هم فقط یک کلمه نگفته بودی. برای من اون تسلیم نهاییت مهم بود که به این نتیجه رسیدی که اینها نمیتونه ما رو به حقیقت برسونه و اون چیزی که برای ما میتونه کارساز باشه در واقع شاید زمان بر باشه، ولی همین بیان تو میای نظرات تو میگی الان اونجا میاد. مثلا مجید یزدانی تا موقعی که حرفاشو نزده بود اصلا مجید نمیومد، پیجش هم پرایوت بود، ما ازش خواستیم که اومد حرفاشو زد. خب خیلی هم مدافع مجید شدن، درسته خیلی هم، ولی تو این جریان ما همیشه این مسئله رو اینجوری ببینیم، مثل یک آلیاژیه که اینا ذوب میشه کفا میره، یا مثلا اون ناخالصی ها میره، حقیقت یواش یواش از بین هر کدوم 100% از بین همین کامنت هایی که من حتی موافق نیستم و مخالف من هستن، حقایقی تو اونا هست. خب برای همین من حتی میگم این جامعه شناسیه، پس خیلی خوبه باشه این مسئله مردم ببینن. از اون ور کانال خودم من سلکت میکنم مسائلی که در جهت اهداف من هست اونو میذارم، ولی اگر کسی بیاد بگه من از تو وقت میخوام میخوام حرف بزنم، من به عنوان مخالف آیا ما وقت میدیم یا نمیدیم؟ مینا آهن میدیم. آره آفرین. ببین ما الان من خودم رو حق میدونم، تو هم خودت رو حق میدونی، تو ممکنه یه سری حرفایی رو بزنی تو نرف من بره، منم یه آدمم، یه ربات نیستم که مثلا بگم این ناراحتی ندارم، ممکنه اونجا ببینم که اول آرامش خودم مهمه، تو به خاطر آرامش خودت حتی گفتی که چیه با فاصله گرفتی، فاصله گرفتی از این چه، تو قدم بزرگی رو برداشتی. من در رابطه با اینکه رفتید شما اون کافه و وحید رو دیدید، با وجودی که پرتنش بود اما حرکت بود، این حرکت
از نظر من خیلی ارزش داره. من آرزوم اینه که یه روزی خانواده من بیاد با من حتی جنگ کنه. اون موقع هست که این تداعبا به هم میخوره، از بینشون اون حقایق من تغییر میکنم، اون تغییر میکنه، این وسط هممون تغییر میکنیم در راستای این مسئله. خیلی خوب، من از این مسئله میگم ماها باید به فردی مثل مجید فرصت بدیم بیاد حرفشو بزنه. خب یه جایی وای میسته یه حرفایی میزنه، خب منم عصبانی میشم، منم اونجا نظر خودم میگم، ناراحتی خودم رو میبیان میکنم. خب توی جنگم خب نقل و نبات که پخش میکنن که. ماها فقط باید طوری بکنیم که حداقل دیگه پیام ها مثلا نهایت فوشای من مثلا نکبت نمیدونم، حالا یادم نمیاد که گوهم گفته باشم، یادم نمیاد، ولی غلط کردی، زر نزن، نمیدونم از این جور چیزا با اینها گفتم. خب البته گوهم ممکنه گفته باشم، در آستانه در راستای این چیز هست، در راستای فوشایی هستش که من گفته باشم هست، یعنی به من میخوره که یه موقعی هم که بگم، ولی خب کلن یه همچین چیزه، این کم یادم نمیاد چقدر گفته باشم. به هر حال بحث اینها هم مطرح میشه، ما بیاییم قبل از اینکه اون سطح اون چیزای سطحی رو در نظر بگیریم که خب تو اینجا اینو گفتی اونو گفتی، اول به هم فرصت بدیم اصلا ببینیم از کجا این اختلافات ایجاد شده. من الان بگم خب تو من بشمارم بگم تو گفتی اینا دو سه تا فوشات، تو هم فوشات رو میشموری، ولی وقتی بگم یه دلیل اصلی که مثلا خودت و گروهت برام مثلا هضم نمیشه این قضیه اینه که خیلی بینتون تناقض زیاده. یعنی راجع به وحید اون موقعی که سحر اون مسیج رو داد که آره من مینا رو بلاک کردم حالا بچه ها رو بفرسته ببینم، قبلش پیامایی که به وحید داده بودم به سحرم فرستادم. بعد از این قضیه بود که با نسرین آمریکا راجع به اون پولی که گفته بود من به وحید دادم که باش بره سر کار ترکیه. آره. آره. وحید اومد خیلی راحت گفت که من اگر کسی برام شرط بذاره بابت پولی که میده اصلا قبول نمی کنم، همینجوری داشت میگفت. بعد شما رفتی ویسش رو پیدا کردی. آره. خیلی راحت اون شرطش رو گفته بود، وحیدم خیلی با روی باز پذیرفت و بعد داشت میزد زیر همه چیز. خب وحید در اون جا داشت دروغ میگفت، داشت به خاطر پول اون به ما گفت شما برده چی میگین شما سیاست سرمایه گذاری هستیم. گفتم باشی. آره. بعد ولی خودش اصلا راجع به پول میگفت من هیچ تعلقی ندارم. خب تو داری دروغ میگی، تو داری حرفی که چند روز پیش بود من و وحید هم دیگر رو دیده بودیم دقیقا داری اونو به خاطر چقدر بود پوله؟ یه تومن، دو تومن، سه تومن، کمتر هم بود. وحید خیلی این اتفاق میفته، خیلی میگه که یادم نبود. ولی شما اگه این اتفاق راجع به کس دیگه میفتاد خیلی صحبت ها بهش میکردی، ولی راجع به وحید تازه بعدش یه ویس هم گذاشتی قربون صدقش هم رفتی و ازش تشکر هم کردی و که تو این منی و اون منی و این هم خیلی نمیدونم یادم نیست چی گفت. من اینا رو به وحید گفتم، بعد وحید تنها حرفش این بود هاشو بیا کجا بود اون موقع؟ پیروزکو بود کجا بود؟ هاشو بیا اینجا با هم صحبت کنیم. من چرا همچه محال میزنی آخه؟ بیا تصویری صحبت کنیم. بیا یه سری متاسفانه جملات از شما یاد گرفته و اونا رو توتیوار بیان میکنه. وقتی که با آدم دیدارم داره همینه، یعنی هیچی از خودش نداره. خب این منو هرسی میکرد کسی که شما این همه داری روش مانور میدی، این ور اون ور میفرستیش و در نهایت یه جمله که توی اون بحث مجید و وحید پیش اومد و سمیرا اومد عصبانی شد به سمیرا حرف زدی، گفتی چرا طرف حق رو نمیگیری؟ یعنی وحیدو کلن حق میبینی، هر کسی چیزی برخلافش بگه ناحق گفته، خیلی اشتباه کرده،
بده، لایقشه که فحش بخوره، تحقیر بشه. خب من اینا رو میبینم اصلا دوست ندارم. سهر حالا شما درسته اینا رو برای خیلی ممکنه خیلی تاثیرات مثبت داشته باشه، ولی ما واقعا سهر خودش اینجاست، ما تو خانواده غیر از این نبودیم به کسی ناحق بگیم، به کسی زور بگیم. اینجا فقط یک چیزی در ارتباط با همین وحید و مجید یزدانی بگم، فقط نظر خودم رو میخوام بگم. قطع او به یقین اونجا حق با اون چیزی بود که زیبا میگفت. چرا؟ به خاطر اینکه تو اون لایف چت رو اگر ببینی، ببین من خودم الان اگر بخوام از وحید حرف بزنم انقدر انتقاد دارم که نگم به، ولی الان خودم رو نمیخوام وارد کنم. یعنی اصلا بحث من دفاع از وحید نیست یا طرفداری از چه میدونم فلان کس نیست، میخوام بگم حق و ناحق شدن و این وسط. ببین مجید اونجا اصلا، حتی ببین تو الان ببین چقدر قشنگ داری انتقاد میکنی. ببین اینا ضعف داره، حرف زدن، انتقاد کردن، حتی یکی رو تخریب کردن هم با بیان میتونه با بیان درست این اتفاق بیفته. وقتی مجید میاد میگه آی میام کیست میکنم، فلانت میکنم، آدم دارن، تو بچه کونی، تو فلانی، تو فلانی، تو فلانی، وحید تمام لایف شد ساکت بود. یعنی فقط اینجوری میکرد، فقط گفت خفه شو زمان. خب مسلمن اون برخورد مجید خوب نبوده، ولی مثل اینه که مثلا دو نفر دو تا بچه مثلا دارن با هم دعوا میکنن، ولی تو پشت اون یکی ببینی یکی مثل ببین من خودم شاهدم، یعنی خود زیبا هم اینجا هست، من هم زیبا واقعا زیبا اینجوری نبوده که بخواد صرفا مثلا چون این وحیده ازش دفاع بکنه. اتفاقا جاهایی یعنی ممکنه که وحید یا من یا سمیرا این کارایی بکنیم که مثلا به نظر مخاطب حتی اون کار بد نیاد، یعنی اصلا کسی هم متوجهش نشه، ولی زیبا متوجه میشه، بدترین انتقادا رو به ما میکنه. ببین اون بخش خصوصی و بین خودتونه، من مخاطب همون کلمه زیبا که گفت کاملا این خانم بیان کرده و من این پولو پرداخت میکنم کامل شکل بعد. بعدم یه چیز بگم، یعنی چی؟ یعنی وقتی که وحید اینجا میگه نمیدم، اون اگر میزیبا اگر میخواست طرفدار وحید باشه توی لایو شد میگه اوکی دیگه حالا میخواستی ندی و فلان، میرفت توی خصوصی میکوبید. نه ولی باشه هیچ اینا نمیدونم. به خاطر اینکه مثلا فکر کن من نوعی یا وحید نوعی که این همه چرت و پرت راجع به ما میگم، یعنی دیگه کامنت های منفی چیزایی که هست تو خودت داری میبینی. خب حالا از بین این همه هجومی که هست، خب زیبا هم حالا یه جا مثلا نخواد تقویت بکنی، خب دیگه مثلا آدم چجوری میتونه اینجا دووم بیاره؟ خب اتفاقا شاید خیلی از اون کامنت های منفی به خاطر تقویت های زیباست. من امیدوارم به خاطر اینکه احساس میکنم مثلا وقتی که هستم بحث و آره چیز میکنم، شما ها بگید. در مورد الان این میگه زد و نقیز بودن شما، الان اینجا بود بس که ما مسئله رو کاربردی ببریم جلو. یک یک مسائلی که بین ما افتاده مینا زیاد بوده، درسته؟ آره. میگه ما اول قبل از این که یک یک بریم جلو تو بتونیم همه رو، وگرنه همه این هندونه ها میفته دیگه. من الان بدونم تو اولین سوالی که من ازت میکنم اینه، آیا حاضری که توی یک لایوی یا توی یک لایو چتی توی تلگرام و اینا بیای تمام این موارد رو یک یک بگی و من هم حالا با یه مورد، همه موارد نه، 10 مورد رو اول، 10 مورد اصلی، اون چیزایی که هست نرگس میتونه بهت کمک بکنه اون موارد رو فرموله کنی، بعد بگی که خب زیبا اینجوری این مسئله رو اینجا ببین، در این لایف، در این صحبت، در این مسئله، این اهانت، این ناراحتی، این ضایعه رو، این ضربه رو به من وارد کرده، من هم در مقابلش اینو میخوام. ما 5 مورد رو ببریم جلو حلش کنیم خیلی خوبه. اول در مورد من
این کار رو انجام بده. کاری که من انجام دادم، من شخصا در مورد تو انجام دادم، شخصا در مورد چون نظراتی هم دادم دیگه اینجا، همه اینها. بعد ما میتونیم بیایم یه قدمه یه پنجتای دیگر رو حلش بکنیم. اگه موافقید ما امروز شما وقت داشتید این کارو بکنید، بعد مثلا بگه در این زمینه این توی این لایو اینا که من بدونم چیکار کردم متناسب با اون. شما فکر کنید یه دادگاهه، ولی این دادگاه دادگاه مردمیه. خب میای فاکتو میذاری میگی ببین زیبا در این رابطه چه توضیحی داری، منم نگاه کنم. خب خیلی وقت آدم یه حرفایی میزنه، ممکن من خودم خیلی از لایوهای خودم رو خیلی دوست دارم ببینم، خب بعد مثلا به ممکنه نگاه کنم بعد بگم خب راست میگید دیگه، خب اینجا حق با شماست، خب تو این رابطه من حاضرم یه جبرانی بکنم. این به نظر من این چیزا زیاده، همش با هم دیگه بگیم این اون، من اونو بگم تو اونو بگی، با پنج تاش انتخاب بکنیم، پنج مورد. من پنج مورد رو با تو بتونم حلش بکنم خیلی خوب. میخوایم یه کار بکنیم، اصلا وهله اول به صورت واتساپی تصویری صحبت بکنیم بعد ضبطش کنیم، ولی اول اینا رو برای خودت تدوین کن، مشخص کن. به نظر من زیبا منم یه بسان حالا توی هر تلگرام باشه، نمیدونم واتساپ باشه، هرچی که باشه، همینا رو احتمال زیاد خواهم گفت. بعد از اون قضیه انقدر برای من، یعنی تو شماره منو گذاشتی، یه پیام دادی گفتی حالا نفرت ها به سمت مینا کشیده بشه. در صورتی که همش نقل و نبات، همش قربون صدقه و دم حامد گرم، ولی خیلی زیاد بود، واقعا اصلا خسته کننده بود و دوست ندارم دوباره وارد این قضايا بشم، دوباره کلی پیام بیاد. الان اون روز ساعت 4:30 صبح سحر میخواست اینجا بیاد، خیلی ها چیز شده بودن، فکر میکردن که مثلا دیگه رابطه ما کلا قطع شده و دیگه کلن یعنی اصلا کندیم و اینا. ساعت 4:30 صبح زنگ زده بودن، یعنی دوست ندارم دوباره توی این مسیر بیفتم، چون واقعا از لحاظ روحیم تنش وارد شده. یکی از درخواستای تو رو من میتونم اینو بگم، درخواست میخوای شماره تو بردارم؟ نه دیگه، اونایی که شماره رو میخواستن برداشتن دیگه. الان اگه برداری دیگه بردار، من این کارو میکنم. خب دیگه هیچی دیگه، این صحبت های منو احتمالا شما خب الان صحبت تو سیف میشه، من خودم الان اینا رو خوب ببین این صحبت هایی که الان کردی دیگه، خب حرفات رو زدی، ولی این که مثلا به طور مشخص اگر بخوای بگی زیبا در این رابطه این قضاوت رو کردی، بایستی من یه فاکتی بذاری جلوی من دیگه. حالا میتونیم تو این رابطه نرگس به تو کمک بکنه، اگه البته برات مهمه، ممکنه بگی زیبا من حرفامو دادم. شما ماشاءالله حافظت خوبه، ولی من اونجوری نیستم. کلن خانواده ما رو با مثل وحید که گفتم خیانت خودش کرده، فکر میکنه همه مردا خیانت دارن، شما هم خانواده ما رو به دید خانواده خودت میبینی. من در نقش خواهرات، نمیدونم مامانم مثل مامانت، این خیلی واقعا آزاردهنده است. اوایلش نبودا، ولی دفعه قبلی که سحر اومده بود اینجا در حالت بد شد. بعد از اومدن صبر کن نه مینا، بعد از اینکه شما من اول، آره درسته این حرف جلو جالبی زد، من اول اینجوری می دیدم، ولی بعد از این که مینا سحر رو خیلی خوب پذیرفتی، گفتی بیا و خیلی منطقی برگشتی گفتی نه در این رابطه ها صحبت نمی کنم، چون من به سحر گفتم سحر تو اینقدر که یعنی احساس واقعا میگفت من اینقدر مینا رو دوستش دارم، اینقدر بعد یه اون روز اول بعد از اینکه بلاک شده بودی یا بعد اومد یه روزی با من حرف زد، گفت زیبا من نمیدونی که چقدر تلپاتیه این، چقدر نزدیکیه ما، از چیزایی به من گفت که خب من برام خیلی تو برجسته تر شدی. اینو البته بعد از بلاک تو اتفاق افتاده بود.
بعد که این وقتی من اون روزی که یه دفعه گفت زیبا من یه حالتی نمیدونم کجا برم و یه حالتی داشت نمیدونم یه مسئله داشت، من یه دفعه گفتم برو، من از دیشب تو ذهنم اومده تو بری خونه مینا. بعد این گفت نه. گفتم تو ازش بپرس بگو که اگر در این رابطه بحثی نداری، گفتم تو با من زنگ بزن، اگر اون بحث رو گفته بود طوری که تو نرفت بره، اعصابتو خورد بکنه، هی بگه این کاری کردی اون کاری کردی، هی چیز کنه، اگه اینجوری نیست، فقط ارتباط فیزیکی، ارتباطی که واقعا بدون اینجوری یه پاز مغزی بدید اصلا هیچ بحثی نشه. بعد برگشت گفت مینا گفته من اصلا نمیخوام تو این رابطه ها صحبت کنم، تو بیا. و حتی یه هفته طول کشید تا مینا بعد از اون صحبت ها سحر بیاد پیش تو. من خیلی این برای من جالب بود، یعنی داشت خودشم هضم میکرد مسائل و این چیزایی که داشت، یعنی نه اینکه فقط به خاطر حرف من رفت، چون من همون موقعی گفتم که برای خود سحرم سنگین بود. آره خیلی سنگین بود واسه همین که 10 روز طول کشید، یه هفته طول کشید. اما جمله تو رو میخوام بگم، وقتی تو اینو گفتی گفتم چقدر جالب، چقدر خوب. من یعنی واقعا اون موقع احساس کردم خیلی تفاوت دارید با خانواده من. خب ما واقعا اینو میگم، نه که حالا بخوام بگم هیچ منظوری راجبه ما، خیلی منفی فکر میکنیم، یعنی ما اونجوری که تو فکر میکنی اصلا نیستیم. و خب این وقتی همش تکرار بشه آزاردهنده میشه دیگه، تو دائم قضاوت بشی راجبه کاری که نکردی. ذهنیات من و تصورات من نسبت به واقعیت اشتباه باشه، خب اون موقع واقعیت بهتر از منه دیگه، واقعیت بهتر. پس من بازم بردم وقتی تو این رابطه من دیدم که تو اینجوری. و حتی سر نرگس من در رابطه با این مسئله مینا چی گفتم به تو؟ گفتم این یک رابطه معمولی نیست، این یک دستاورد میشه. چند روز پیش حتی فکر نمی کنم که تو رو بپذیره. آره. گفتم چرا؟ گفت من تصورم این بود دیگه، من گفتم اینقدر حالت دافع، اینقدر فلان، ولی اینجا نشون دادی غرور برات مهم نیست. اینجا خب من واقعا تعجب کردم. سحر برگشت گفت یکی از مسائلی که الان دارن همه ما رو یعنی به شدت مثلا منفی شدن در رابطه با این مسئله هستش که الان حتی اومدن در رابطه با مینا یه سری مسائل رو گفتم. مینا زیبا، مینا یه ویژگی خیلی خوبی که داره و من تو این مدت فهمیدم، آدم ها رو جدا میکنه از اون چیزی که حالا مثلا منو جدا میکنه از تو سحر یا گروه. منو نگاه میکنه شخصیت منو، من چه جوریم، من چه آدمیم، من میتونم دوست خوبی برش باشم. منو نمیاد بذارت بگه چون تو الان تو گروه زیبا هستی و حتی زیبا رو دوست داری من تو رو نمیپذیرم. نگاه میکنه ببینه من چه رفتاری با او دارم، میتونه با من درک که مثلا تو به من، حتی من الان میگم به من، من نمیخوام سایه زیبا روی رابطمون باشه و من بهش گفتم من تمام سعیمو میکنم که وقتی کنار منی احساس آرامش و امنیت داشته باشه و من اینو بهش گفتم. یعنی منو جدا میکنه از اینکه، یا حتی سحر رو، یعنی سحر رو بمانه خواهرش ما که فرقه نیستیم، که فرقه نیستیم که مثلا گروه ما، تو گروه ما کسانی هستن که اصلا مخالف من هستن، تو گروه ما کسانی هستن که واقعا اصلا از بنیان من بخوام بگم که خود حتی همین 4 نفری که من الان دارم، که من هستم گروه 4 نفری که من بعد سحر بعد وحید و سمیرا، این 4 نفرمون هم حتی یک مانیفست واقعی با هم نداریم. ما به یه جایی داریم میرسیم نقاط اشتراکمون بیشتره، وگرنه خیلی افتراق هنوز هست این مسئله. ببین من میخوام اینو بگم که در رابطه با این که اولا گروه هم بخوایم بگیم یه کسانی هستن که به هم دیگه نزدیک شدن و محورش زیباست. کانالم که الان تو خودت هم که دنبال بکنی میبینی که خیلی کسایی هستن که اصلا از این 5000 رو نمیدونم 500 نفر
شب 500 نفرشون با زیبا باشن، 5000 نفرشون ضد زیبا ناوکن، یا غیره، یا مخالفن. حالا نگیم حالا زد، حالا واسه که، یا مثلا نویترال خونسا هستن. به هر حال ببین، من میخوام اینو بگم، این گفتگو اگر من بتونم تمام اون ناراحتی های خودم رو بیان کنم و این بیان شدن ها ابراز شدن ها بمونه، اگه من ابراز نمی کردم، تو چطور میتونستی بفهمی که من ندارم در مورد حامد، در مورد فلان، این عقده های من ادگاه، شاید احتمال میدم مثلا فرض کن این نظر رو مثلا شبیه نمیدونم چیز میدونم، خانواده هم میدونم، ناراحتی هایی که از ما دارم روی شما فرافکنی میکنم، خب ولی میکنم. اینها اگر عنوان بشه، بیان بشه، هستش که میتونیم بهش برخورد کنیم دیگه. بعد تو میای اینجا میگی که نه اینجوری نیست، این نیست. این با گفتگو و با نشون دادن و با رابطه هست، روابطی که هستش. اگر تو نمیرفتی با سحر، با چرا من حتی این مسئله ای که با وحید پیش اومد که شما رفتید حامد رفت، با وجود اینکه با حالت بسیار منفی رفته بودید، ولی بازم رفتید. خب این خیلی خوبه، همین که وحید رو در روبرو ببینه، همین که حامد یه بود دیگه از شخصیت خودش رو نشون بده، همین که احساس بکنه که آره داره با الان با یه آدمی که داره خانه زدشه تو اون مرام مجید برخورد شخصی با مجید با وحید که نداره، که تمام مسائل ذهنی، تفکرات و اون فاسونگ و اون چارچوب ذهنی خودش رو نگاه میکنه، میبینه یکی زیر سوال برده، با اون مخالفت میکنه. این زمینه خیلی از این بود حامد خوش اومد، حالا ندیده بودم راجع به خانواده انقدر، یعنی دیدگاهش رو اینجوری ندیده بودم که مثلا انقدر براش مهم بود که این بچه هاشو حالا اینجوری ترک کرده، بعد 6 ماه اومده هستی یه پیام به بچه 10 ساله. اینا خیلی اتفاقا برام خوشایند بود، خوش اومد. منم از این جمع وقتی اصلا نگاه بکنیم، این اتفاق بعد از اون تمام ناراحت آدم، وقتی اول یه تصادف میشه، یه اتفاق منفی میفته، اون چیزای منفی برای آدم خیلی برجسته میشه، ولی وقتی نگاه میکنیم میشه احساسات که تهنشین میشه، نگاه میکنیم میگه خب اصلا حتی برای خود سحر میگفت من حامد رو دارم یه جور دیگه میبینمش. خب خیلی خوبه، حتی اگر یه بود منفی چرکالود یه کسی رو ببینی بازم خوبه، همون مسئله ممکنه برای تو مثبت باشه. این قضیه یه لحظه وسط صحبتت گفتم راجع به این قضیه هم بگم که شماها وقتی که حالا حرص یکی رو در میارید و طرف یه واکنشی نشون میده، دستاوردش رو این میبینید که اون بعد تمدیدین. این اتفاقا به وحیدم نوشتم، گفتم مثلا شما فکر کردین حامد یک مهندس کتشلواریه که فقط یک بعد داره، خب همه آدم ها وقتی عصبانی و شاکی و ناراحت بشن یه جنبه دیگر رو نشون میدن، این اصلا دستاورد خاصی نیست. میفهمی چی میگم؟ یا مثلا من اون موقع عصبانی بودم چیز میکردم، اون یه چیزی میگین مینای دریده رو دیدیم، اون بود نمیدونم دریده تو دیدیم، خب معلومه وقتی دیگه بسته اتفاقا خوبه، اتفاق بوده به قول معروف تو میگی بوده دریده این نیست، این هر کسی شما برو با هر کسی دعوا کن، اون یکی بودش هم میبینی، یعنی من که نمیگم نه دقت کن، ما تو همون دعواها، تو همون خشمها، تو همون عصبانیت ها، تو همون نمیدونم بدترین، تو الان یه ضربه به من میزنی، چقدر کسا هستن که الان توی این رابطه یه ناراحتی مثلا از وحید پیدا کرده، وسایلشو برداشته، نمیدونم گروگان گرفته، اومده نمیدونم، چقدر کسایی هستن که پول من رو ایراد داده، ناراحت شده. ولی این که تو توی اون توی حالا ممکنه این بودو ندیده بودی که من مثلا فرض کنم برگشتم گفتم برو گم شو نمیدونم فلان و بهمان و اینا، خب خوبه اینم ببینی، ولی اینکه آیا تو تمام اون ناراحتی ها، تو اون خشم، من چه جوری
جوری منیج میکنم بحرانو و مدیریت میکنم و هر چیزو در جایگاه خودش نگه میدارم، تفاوت من رو نشون میده با آدم ها. وگرنه همه یکسان برخورد نمی کنم. اگه یکسان برخورد میکردم ما دیدیم آدمی مثل نمیدونم اعظم و نمیدونم مریم و نمیدونم این همه آدم ها، کسایی که مثلا وحید رو دعوت کردن، آدمی که با من مثلا مشکل پیدا کرده اومده نمیدونم رفته دیدید دیگه، همه رو لایگاری که گذاشتیم، تفاوت برخوردها رو تو بحران ها نشون میده. اینو به همه یه چیزمون خب حالا به هر حال برای امروزمون بس باشه، برای امروزمون بس باشه. به نظر من مکالمه شروع همین که ما تونستیم در آرامش با هم صحبت بکنیم و بشنویم، اصلا قرار نیستش که حتی تایید کنیم همدیگر رو، بگیم که این درست میگه اون درست میگه، ولی همین که بشنویم همدیگر خب اهلی اول میشنویم، بعدش برای قدم بعدی میریم جلو، برای قدم بعدی میریم جلو. به هر حال وجود تو نرگس در این حرکت در این رابطه به نظر من خیلی خوب بوده. مینا تو این رابطه همین که جدا از داوری ها، جدا از اینکه چقدر آدما بهش حمله کنن، بهش بگن آی تو فلان، چقدر حرفا مخالفین ما الان خیلی هاشون نیزه حمله شون رو به سمت مینا گرفتن. خب اینو آگاهانه انجام داد دیگه و این کار بزرگی بودن کارده. حالا کار ندارم که اصلا مخالف من باشه از من بعدش بیاد، کار بزرگی رو در راستای روان درمانی اجتماعی و در راستای اینکه مستقل باشیم و هر چیز رو در جایگاه خودش بذاریم، یه همچین قدمی رو برداشت. فعلا برای امروز بس باشه، منم صبحانه نخوردم. بکنم هم نشه استوریش که یه ساعت ده دقیقه اشکال نداره، برای لینک میذاریم. مرسی. Yes. خدا دارم. بای بای.